اما توی این بخش میخوایم چند تا نکته ریزه میزه در مورد عدد اول بگیم، نکاتی که فقط باید با همون نکته همون مثال خاص حل میشه. بریم ببینیم که این نکته ها چی هن. چهار تا نکته اصلی میخوام با همدیگه توی این فیلم بررسی کنیم. مثال اول، عدد 2 به توان n منهای یک عددی اول است. n کدام میتواند باشد؟ 12 13 16 21. نکته اولی که میخوام بهتون بگم در مورد عدد مرسنه. عدد مرسن اعدادی هن که به فرم 2 به توان n منهای 1 هن. به اینا میگن عدد مرسن. عدد مرسن یه ویژگی داره، اگر nش اول باشه حاصلش اول میشه. یعنی تو اگه به جای این اعداد اول بذاری حاصل 2 به توان n منهای 1 هم حتما عدد اول میشه. اثبات کرده شخصی به نام مرسن و این عدد به نام خودش نامگذاری کرده. پس با توجه به گزینه ها وقتی گفته حاصل 2 به توان n منهای 1 عدد اول شده، طبق نتیجه که ما از مرسن میگیریم n بعد عدد اول باشه، پس گزینه 2 درسته. تو الان به جای n مثلا بذار 2، حاصلش میشه 3 عدد اول. بذار 3 میشه 2 به توان 3، 8 منهای 1 7، یه عدد اول میشه. ولی مثلا بذاریم مثلا یه عدد دیگه 4، 4 بذارم حاصل این 15 میشه. چون 4 عدد اول نبود حاصلش هم عدد اول نشد. بریم سراغ تست بعدی و یه نکته دیگه. عدد 2 به توان n به علاوه یک عددی اول است. n کدام میتواند باشد؟ 16 17 18 20. اما این عددی که اینجا به ما داده به نام عدد فرما نامگذاری شده. شخصی به نام فرما این عدد اومده ویژگیشو کشف کرده و به نام خودش نامگذاری کرده. عدد فرما اعدادی به فرم 2 به توان n به علاوه 1 هم. فرما میگه که اگر به جای n اعدادی که توانی از 2 هم، مثل چی؟ مثل 2، مثل 4، مثل 8، مثل 16، مثل 32، مثل 64، اعدادی که به فرم 2 به توان n هم جای n بذاری حاصل عدد اول میشه. یعنی تو اگه به جای n 3 بذاری حاصل این قطعا عدد اول نمیشه، ولی 4 بذاری عدد اوله، 8 بذاری عدد اول میشه، 16 بذاری عدد اول میشه، 32 بذار جای n حاصلش عدد اول میشه. فرما اینو اثبات کرد. پس با توجه به گزینه‌ها کدومی که از گزینه‌ها اگه جای n قرار بگیره حاصل رو عدد اول میکنه؟ گزینه‌ای که توانی از 2 باشه. پس پاسخ میشه گزینه 1، یعنی 16، چون 16 میشه 2 به توان 4. اما بریم سراغ سوال بعدی. اگر پی 1 عدد اول بزرگتر از 3 باشد، کدام یک از اعداد زیر الزاما مرکب نیست؟ 3π/1، 2π/2، 2π/5، π/2، 4. میگه کدوم یکی از گزینه‌های زیر اگر پی یه عدد اول بزرگتر از 3 باشه لزوماً عدد مرکب نمیشه، یعنی میتونه عدد اول باشه. ببین از اینا 3 تا از گزینه‌ها 100% هر عدد اول بزرگتر از پی بذاری مرکب میشه، به جز یکی از گزینه ها. دو تا راه حل وجود داره. من اگه سر جلسه بخوام برام همچین سوالی برخورد، راه اول میام عدد گذاری میکنم، یه عدد اول بزرگتر از 3 مثل 5 انتخاب میکنم، تو همشون میذارم، این میشه 15 به علاوه 1 16، اینو 5 میذارم میشه 33، اینو 5 میذارم میشه 15، اینم 5 میذارم میشه چند؟ میشه 25 به علاوه 2 27. همشون مرکب شدن. میخوام ببینم کدوم گزینه مرکب نمیشه. یه عدد اول دیگه مثلا 7 بذاریم، این میشه 22 مرکب، این هم که حاصلش حساب کنیم میشه 129 مرکب، این هم 7 بذارم میشه 19، یعنی میشه 2 × 7 = 14 تا با 5 = 19، یعنی حاصلش چی شد؟ مرکب نشد. پس این الزاماً مرکب نیست اگر پی عدد اول بزرگتر از 3 باشه. پس پاسخ میشه گزینه 3 با روش عدد گذاری. اما راه اصلیش، فرض سوال اینه که یه عدد اول بزرگتر از 3 دارم، تمام اعداد اول فردن به جز 2، و چون فرض سوال اینه که پی بزرگتر از 3، پس قطعا پی فرده. اینو فعلا داشته باشم. و اما نکته‌ای که میخواستم تو این سوال بهتون یاد بدم اینه که میتونیم ثابت کنیم که همه اعداد اول بزرگتر از 3 به فرم 6K مثبت منفی 1 هن. اینو یاد بگیریم، همه اعداد اول بزرگتر از 3 قطعا به فرم 6K به علاوه منهای 1 هن. یعنی یا به 6 تقسیم شد یا باقیمانده‌شون 1ه، یا باقیمانده‌شون منهای 1، در واقع 5 میتونیم بگیم دیگه، چون وقتی باقیمانده منفی بشه یه 6 تا می‌ریزیم میشه 5. تمام اعداد اول بزرگتر از 3 رو به 6 تقسیم کنیم، باقیمانده‌شون یا 1 یا 5. ما برای اینکه راحت‌تر تو ذهنمون بمونه حالا 5 رو با منهای 1 نشون دادیم، یعنی میگیم 6K مثبت و منفی 1. پس پی 6K مثبت منفی 1 توی این سوال. بریم دونه دونه گزینه ها جای پی فرمشو بذاریم. گزینه اول گفته 3π/1، جای پی 6K مثبت منفی 1 میذارم، ضرب میکنم میشه 18K. اگه با مثبت 3 بگیرم میشه 18K/4، اگه با منهای 3 بگیرم میشه 18K/2.
اجدکا منهای دو. خب بالایی هر دو مضرب دو هم، پس یه عدد مرکب، پایینی هم هر دو مضرب دو هم، پس این هم عدد مرکب. یعنی چه به جای پیش شیشکا به علاوه یک بذارم، چه به جای پیش شیشکا منهای یک بذارم، هر دو حالت حتما مرکب حاصلین عدد. ببینید همه اعداد اول یا شیشکا به علاوه یک هم یا شیشکا به علاوه پنج. فقط با برای اینکه راحت تر بشیم شیشکا به علاوه پنج رو گفتیم شیشکا منهای یک در نظر بگیریم، اشکالی نداره، همون معنی رو میگه، شیشکا منهای یک یا شیشتا برزم روش میشه همون شیشکا به علاوه پنج. خب پس همه اعداد اول یا شیشکا به علاوه یکن یا شیشکا منهای یک. پس تو وقتی جای پی شیشکا به علاوه یک یا شیشکا منهای یک میذاری، یعنی همه اعداد اول رو داری بررسیش میکنی، تو فرم کلی همه اعداد اول بزرگتر از سه رو گذاشتی جای پی. پس تو با گذاشتن شیشکا مثبت منفی یک داری بررسی میکنی که این همه اعداد طبیعی رو داری بررسی میکنی، همه اعداد اول. بریم گزینه بعدی، دو به توان پی به علاوه یک. من قبلا توی الگوریتم تقسیم بهت یاد داده بودم توی آد کردنا که آیه آن به علاوه بی رو توانین، اگر ان فرد باشه میشه آیه به علاوه بی کیو. الان من دو به توان پی به علاوه یک به توان پی، برای یکم عدد توان پی گذاشتم، چون پی فرده پس این مساوی میشه با چی؟ دو به علاوه یک کیو، یعنی سه کیو. پس حتما حال این یه عدد مرکب میشه، پس گزینه دو هم چون پی فرده یه عدد مرکبه. بعدی دو پی به علاوه پنج، جای پی شیشکا مثبت منفی یک میذارم که همه عدد اول بررسیشن. یه بار میشه دوازده کا به علاوه دو به علاوه پنج، میشه دوازده کا به علاوه هفت. الزامن مضرب چیزی نیست، یعنی میتونه مرکب باشه میتونه مرکب نباشه. قبلی ها الزامن مرکب بودن، یعنی مضرب یه عددی میشدن. مثلا نیا کنید اگه این دوازده کا با منهای دوش بگیرم با پنج میشه به علاوه سه، این مضرب سه، این مضرب سه، پس پایینی مضرب سه عدد مرکبه. یعنی اگر به جی پی شیش کا به علاوه یک بذارم، یعنی عددی که به شیش تقسیم شن باقی مانده شون یک بشه، مثل هفت. اگر 7 به 6 تقسیم شه باقی مانده شکنه 6 کا به علاوه 1. جای پی 7 بذاری حاصلش چی میشه؟ عدد اول میشه، که اگه یادتون باشه اول سالم بعد از گذاری حل کردیم 7 که گذاشتم گزینه 3 حاصلش یه عدد اول شد، مرکب نشد. پس پاسخ شد گزینه 3 از اولم بعد از گذاری فهمیدید. گزینه 4 هم بررسیش کنیم. پی 2 به علاوه 2 به جای پی 6 کا مثبت منفی 1 میذارم به علاوه 2. من قبلا به توی الگوریتم تقسیم یاد دادم که وقتی اینو مساوی آی باشه تو آ به توان ان رو میخوای به دست بیاری، فقط کافی باقی مانده به توان برسه، برای این یه پریم میذاری. پس 6 کا مثبت منفی 1 به توان 2 برسه میشه 6 کا پریم به علاوه 1. با این دو جمع میشه 6 کا پریم به علاوه 3، هر دو مضرب سن میشه 3 کیو. پس اینم شد یه عدد مرکب. پس گزینه 4 هم یه عدد مرکب شد. بریم سراغ نکته بعدی و تست بعدی. اگر به حاصل ضرب تمام اعداد اول کوچکتر از 100 یک واحد افزوده شود، تعداد مقسوم علیه های غیر از یک و کمتر از 100 عدد حاصل کدام است؟ 0 1 2 3. توی استدلال استنتاجی، اون قسمتی که داشتم به تو توی استدلال ریاضی تو قسمت استنتاجی یه نکته بهت گفتم، گفتم تمرین کتاب درس جبر و احتمالات بخش استدلال استنتاجی، نکته این بودش که اگر همه اعداد اول مثلا کوچکتر از 50 تو هم ضرب کنی، به عدد حاصل یه واحد اضافه کنی، عددی که به دست بیاد یا اوله یا اگه اول نباشه مرکب باشه، مقسوم علیه‌هاش از اون 50 بیشتره، چون عددهای اول کوچکتر از 50 رو ضرب کردی، مقسوم علیه‌هاش از 50 بزرگتره به جز یک که مقسوم علیه همه اعداد است. نکته‌ای که می‌خوام اینجا به حالت کلی بگم اینه، اگر همه اعداد اول کوچکتر از n رو تو هم ضرب کنیم و به عدد حاصل یک واحد اضافه کنیم، عددی به دست میآید که یا اول است و یا اگر مرکب باشد مقسوم علیه‌هاش به جز یک از n بزرگتره. تو این سوال وقتی تمام اعداد اول کوچکتر از 100 رو تو هم ضرب کرده به حاصلش یه واحد اضافه کرده، عددی که به دست میاد یا اوله، یعنی مقسوم علیه‌اش یک میشه، یه عدد خیلی بزرگی، یعنی مقسوم علیه کوچکتر از 100 نداره، یا اگه مرکب باشه باز مقسوم علیه‌هاش از این 100 بیشتره. سوال گفته که مقسوم علیه‌اش باید چی باشه؟ کوچکتر از 100 باشه. تنها مقسوم علیه کوچکتر از 100ش یکه، که من گفتم به جز یک همه بزرگترن، که خودش هم گفته یک رو حساب نکن، چند تا مقسوم علیه به جز یک و کمتر از 100 دارن. این عددی که به دست میاد اگه عدد اول باشه مقسوم علیه‌اش یکه، که خودش گفته حساب نکن، و یه عدد خیلی بزرگ که 2 3 5 7 11 13 17 19 این همه تو هم ضرب شدن تا آخرین عدد اول کوچکتر از 100 و یه واحد اضافه شده، یا اگر هم مرکب باشه مقسوم علیه‌اش قطعا از 100 بزرگترن. پس کمتر از 100 یه دونه یک رو داشت، خودش گفته یک رو در نظر نگیر، پس پاسخ میشه هیچی. و اما سوال بعدی،
عدد 3 ضرب در 5 ضرب در 7 ضرب در 11 ضرب در 13 ضرب در 19 کلش به علاوه 3 دارای چند عامل اول کوچکتر از 20 می باشد؟ 0 1 2 3. خب تو ادامه این نکته قبلی ما اومدیم بهتون گفتیم که اگه مثلا تمام اعداد اول کوچکتر از مثلا 100 رو تو همدیگه ضرب کنیم به حاصلش یه واحد اضافه کنیم، عددی که به دست میاد گفتیم که یا اوله یا اگه مرکب باشه مقسوم علیهش از خودمون صده چیه؟ بزرگتره به جز یک. اما توی این سال اومدیم 3 واحد اضافه کردیم، حالا به یه سری عدد اول، مثلا عدد اول کوچکتر از 20 بوده فقط 17 رو توش نذاشه، اگرم بذاره فرقی نمیکنه. ببینیم چه شکلی این حلش کنیم. گفته این عددی که به دست اومده چند تا عامل اول کوچکتر از 20 داره. بچه دیگه مفهوم عامل رو باید درک کنیم. مفهوم عامل یعنی چند تا مقسوم علیه داره. توی آد کردن بهت قشنگ یاد دادم که اینا چه شکلی میخونن. پس میگه چند تا مقسوم علیه های این عدد کوچکتر از 20. این به چند تا عدد کوچکتر از 20 بخش پذیره. خب بریم شروع کنیم ساده سازی کردن. اولین گامی که ما داریم اینه که من بیام چیکار کنم؟ عددمو بنویسم. عددمو دارم. حالا میگم ببینم مضرب چه عددی است. این عدد مضرب 3؟ بله. اینم مضرب 3؟ بله. چون این مضرب 3 اینم مضرب 3 پس کلشون مضرب 3 میشه. یعنی من میتونم از یه دونه 3 این فاکتور بگیرم میشه 5 7 19 به جای اونم 1 بذارم بعد مثلا 3 کیو. پس فعلا فهمیدم که این عددی که اینجا دارم حتما به 3 بخش پذیره، مضرب 3 هست. حالا آیا این عدد که من یه بار دیگه یادداشت میکنم مضرب 5 هست؟ نه خیر. چرا؟ چون اینجا من 5 دارم ولی اینجا 5 ندارم، یعنی عدد سمت چپ مضرب 5، عدد دوم مضرب 5 نیست، پس جمعشو مضرب 5 نمیشه، یعنی نمیتونم از یه 5 فاکتور بگیرم. از عدد 7 چی؟ نمیتونم. از عدد 11 نمیتونم، 13 نمیتونم، 17 هم حتی اگه بود نمیتونستم، 19 هم نمیتونم. سوال گفته چند تا عامل اول کوچکتر از 20. خب بچه ها عامل های اول کوچکتر از 20 19 که این مضرب 19 هست ولی این نیست، پس بخش پذیر نیست کلش. پس این عدد که اینجا من دارم به 19 بخش پذیر نیست. عدد بعدی 17 که این نه این مضرب 17 نه این، پس کلشون هم نیست. بعدی چند بود؟ 13 که این هست این نیست، پس جمعشون نیست. بعدی 11 دونه دونه دارم کم میکنم، دوباره عدد سمت چپ هست، عدد سمت راست نیست، پس جمعشون هم نیست. بعدی 7 اینجا هستش اینجا نیستش، یعنی اولی مضرب 7 هست دوم مضرب 7 نیست، پس جمعشون هم نیست. 5 نشد، 3 رو طبق بالا ثابت کردیم، فقط مونده 2. بچه اینا مضرب 2 هستن، یعنی این عدد مضرب 2 هست. خب عامل 2 نداره، ولی وقتی که یه ذره دقت میکنه میگم حاصل یه عدد فرده. چرا؟ چون همشون عدد فرد بودن تو هم ضرب شدن، پس ضربشون هم یه عدد فرده، اینم یه عدد فرده. جمع دو تا عدد فرد قطعا یک عدد زوجه، یعنی عدد حاصل من قطعا یه عدد زوج خواهد بود و وقتی یه عدد زوج باشه یعنی قطعا مضرب 2. پس چه اتفاقی افتاد؟ اون عددی که من اونجا داشتم مضرب 3 شد، مضرب 2 هم شد، پس به دو تا عدد اول کوچکتر از 20 چی شد؟ بخش پذیر شد.